خانم و ید خدای بزرگ و مهربان، از سلام ادب و احترام خدمت شما بینندگان عزیز برنامه همسفر. همراه ما هستین در ایران گردی و داریم با جاذبه های دیدنی میهن ازمون آشنا میشیم. اینجا شهرستان خمین هست در استان مرکزی. چند سباهی داریم از جاذبه های دیدنیش براتون میگیم. سوژه گزارش امروز ما بحث کشاورزی و همطور غذاهای خوشمزه خمین هستش. جناب میرزایی عزیز از کارآفرینان خوب خمین در خدمتتون هستیم. سلام علیک، شما رو میشنویم. با عرض سلام خدمت بینندگان همسفر، خیلی خوش آمدین به شهر ما، در خدمتتون هستم. خواهش می‌کنم آقا، برامون از کشاورزی خمین بگین، اینکه تو کشاورزی چه حرفی برای گفتن داره. خمین خب یکی از شهرستان‌های استان مرکزی است که تو بحث کشاورزی، بحث تولید لوبیای خیلی خوبی داره، بحث جو، تولید جو، گندم و سفیجات که این مزرعه ما اختصاص دادیم به بحث تولید محصولات سبز و ارگانیک، در خصوص با کلیه سفیجات، در خصوص با تولید گندم، جو و محصولات دیگه. اینی که میگین محصولات سبز، حالا یه چند قدمی هم توی مزرعتون راه میریم برای بینندگان، میگین محصولات سبز یعنی چی دقیقا؟ محصولاتی هستن، محصولات سبز و ارگانیک محصولاتی هستن که از سموم و کودهای شیمیایی استفاده نمیشه و به صورت سالم و ارگانیک تولید میشن. یعنی شما از کودهای حیوانی بیشتر استفاده میکنید؟ از کودهای حیوانی استفاده میکنید و آبیاری قطره‌ای. بله. و یک ظرفیت. خب چه محصولاتی داریم توی مزرعتون؟ ما الان تولید بادنجون داریم، خیار داریم، کاهو داریم، کلیه سبزیجات داریم، تولید گوجه داریم، فلفل داریم، فلفل دلمه‌ای داریم. ما این تولیدا رو برای بحث رستوران و هتل استفاده می‌کنیم که الحمدلله مشتریان خیلی راضی هستن، چون تو بحث مصارف سموم و کودهای شیمیایی نیستیم، خیلی هم بچه‌ها راضی هستن. بسیار عالی. آقای میرزایی خب مدیریت یک هتلی هم دارن تو شهرستان خمین که حالا به معرفی اونم خواهیم پرداخت، و در واقع میشه گفت محصولاتی که اینجا توی مزرعه سبز تولید میشن به مصرف همون گردشگران و مسافرانی میرسن که به هر حال به شهر خمین میان، از غذای سالم استفاده میکنن. بله، همینطوره. و ما اصلا در مورد غذای سالم برای بینندگانم همیشه تو قسمت‌های مختلف صحبت میکنیم، غذاهایی رو باید مصرف بکنن که در حال سالم، ارگانیک و قابل هضم باشه توی سفر. کلن 60-70% مواد اولیه کل رستوران و هتل اینجا تولید میشه و عرضه میشه به رستوران و داده میشه به مشتریان. درسته. این محصولاتی که شما تولید میکنید به بازار هم میره برای فروش؟ اضافه اون مازاد اون به بازار میره. بله. درسته. بعد به فصل کاشت داشت برداشتم برامون توضیح بدین. ما از به اصطلاح بهار شروع میکنیم، ولی امسال انشالله به خاطر اینکه 4 فصل کل محصولات داشته باشیم داریم یه گلخونه احداث میکنیم که انشالله به صورت 4 فصل بتونیم کلی خدمات محصولات سبز و ارگانیک در هتل داشته باشیم. انشالله. شما پرورش ماهی هم داریم؟ ما پرورش ماهی داریم، همونطور که خدمتتون عرض کردم حدود 60-70% کلی مواد اولیه هتل در اینجا تولید میشه. پرورش ماهی داریم، پرورش مرغ داریم، در صدد این هستیم که بحث پرورش حالا گوشت قرمز هم انجام بدیم ان شاء الله که دیگه غیر از برنجمون همه چیز اینجا تولید بکنیم. درسته. یعنی هیچ به خارج از خمین متکی نباشین و وارداتی نداشته باشین. بله، درسته. کاملا مستقیم از مزارع خودتون. خیلی خوبه که کارآفرینانمون بیان به این شکل و شمایل کار بکنن، تلاش بکنن علاوه بر اینکه نیروی کاری رو به هر حال به بستر اون جامعه‌ای که دارن زندگی میکنن اضافه میکنن، خب در واقع میتونن که یه همچین محصولات ارگانیک و خوبی داشته باشن و کلی حرف برای گفتن داشته باشن.
همونطور که گفتیم شهر خمینی که از شهرهای تاریخی و فرهنگی استان مرکزی هستش و ما قراره تو این قسمتی کمی هم به بخش فرهنگی بپردازیم. آقای دکتر یوسفی معاونت فرهنگی شهرداری در خدمتشون هستیم. سلام علیکم، شما بینندگان همسفر میشنوید. بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام دارم به بینندگان خوب همسفر. آقای دکتر، ما جاذبه‌های زیادی از شهر خمینی به بینندگان معرفی کردیم، هم از بیت امام، سعی‌نگاره‌ها و خدمت شما عرض کنم قلعه سالار و فضاهایی که میشه گفت جزء تاریخ زیبای شهر خمینی هستن. تو بحث فرهنگی هم مردم خمینی خیلی پیشقدم هستن. یکم برامون در مورد فضای فرهنگی خمینی توضیح بدین. خدمت عرضم که تو بحث فرهنگی مردم خمینی بسیار مردم با اخلاص، مردم با فرهنگ، مردم با شعور، مردم دوست داشتنی، مهمون نواز هستن. تو بحث جاذبه‌های گردشگری قلعه سالار محتشم رو داریم، بیت قدیمی حضرت امام داریم که هر ساله از نقاط حتی کشوری حتی خارج از کشور بیت قدیمی حضرت امام دیدن میکنن و کار فرهنگی زیادی هم توش انجام میشه. بله، کار فرهنگی عرضم به حضور شما که از جمله جشنهای مختلفی ما در شهر خمینی برپا کردیم، جشنهایی که مناسبت ها بوده، مردم استقبال خوبی کردن از این جشن ها و به نظر بنده من معتقد هستم که مردم دنبال شور و شادی هستن، دوست دارن که این جشن ها رو ببینن و این فرهنگ ها رو ببینن که با آداب رسوم آشنا بشن. هر به نظر من هر چی که ما این جشن ها رو بگیریم، این مراسم ها رو بگیریم، من اعتقاد دارم که مردم اون شور و شادشون بیشتر میشه، اون فرهنگشون بیشتر میشه. بله، یه بحث، یه سری از این جشن‌ها تو بحث مناسبت‌ها هست، ویژه ولادت هستش، ویژه حالا به هر حال مناسبت‌های شادی هستش. حالا تو مراسمات مثل محرم و ماه صفر و عزاداری‌ها هم خب عزاداری‌های خاصی توی خمینی هست که زبان زد هستش. خارج از این جشنواره هم تا حالا خمینی داشته به عنوان جشنواره خاصی که بخواد عرضه بشه یا در آینده برنامه‌ای هست؟ بله، ما امسال برای اولین بار پیگیر هستیم که جشنواره‌ای در کوه بوجه که هماهنگی هم شده که جشنواره غذاهای سنتی و از جمله آش‌هایی که در خمینی پخت و پز میشه، ما اینا رو به نمایش بگذاریم. یعنی ما از استانی شروع کنیم، استانی که شروع کردیم تمام، بعد کشوری بشه، بعد از کشوری هم ما حتی حاضریم، دوست داریم که این جشنواره‌ای که ما می‌خوایم برپا کنیم اصلا ما ثبت جهانیش کنیم، ثبت یونسکو کنیم. درست، البته جشن آش‌ها در استان زنجان و در شهر زنجان هر سال برگزار میشه، شهریور ماه فکر می‌کنم این جشن باشه که به هر حال یه جورایی بین‌المللی هم هستش، این که ما تو برنامه همسفر هم بهش اشاره کردیم. خب استان مرکزی و شهر خمینی هم آش‌های خیلی خوشمزه‌ای داره، غذاهای خیلی خوشمزه‌ای سنتی داره که در واقع میشه گفتش که میشه اون بحث جشنواره رو همینجا داشته باشیم. میریم به موضوع دیگه میپردازیم، پس همراه همسفر ما باشیم در شهر خمینی. اینجا خمینی هست، استان مرکز. بعد از اومدن از مزرعه سبز و دیدن اون سبزیجات ارگانیک و همطور مواد پروتئینی که به صورت سبز و سالم تهیه میشد، باید برسیم به غذای خوشمزه‌ای که توسط این سبزیجات و حالا اون پروتئین به هر حال درست میشه، طبخ میشه. خب دغدغه اکثر مسافران و گردشگرها غذای لذیذه، یه غذای سالم و خوشمزه که بتونن هم از طبیعت بکر اون سرزمین استفاده کنن، اون شهر رو ببینن، هم میتونن غذای خوشمزه بخورن، همین که بتونن یه جایی داشته باشن بتونن استراحت بکنن دیگه. ما الان مجموعه ای از غذاهای خوشمزه خمینی رو اینجا داریم که به صورت سنتی هست، یعنی غذاهایی هستش که دستپخت خانگی هستش و این غذاها شاید هر جای گیرتون نیاد. سعی کن اگه اومدین خمینی و به این فضا هم اومدین سراغ این غذاها رو بگیرین. سرآشپزش هم خانم مشهدی هستن،
تو قسمت غذاهای سنتی و تشریفات این مجموعه. سلام علیکم، شما بینندگان همسفر میشنوید. به نام خدا، با عرض سلام خدمت بینندگان خوب برنامه همسفر، ما در خدمتتون هستیم در هتل امام رضا با پخت غذاهای سنتی خمین و همچنین معرفیشون به شما که اکثر مواد اولیه که توی این غذاها به کار رفته رو از مزرعه سبز هتل امام رضا تهیه میکنیم و در هتل استفاده میکنیم. خب برامون بگین، نام ببرین اولا این غذاها چی هستش که به این خوشمزگی و خوشرنگی هست. حالا خوشمزگیش رو باید بچشم البته. خواهش میکنم. غذاهای سنتی که مربوط به شهرستان خمینی میشه که الان دیگه تقریبا پختشون یه مقدار کم شده توی خونه ها. بله. و البته خیلی لذیذ و دوست داشتنی هم هستن. آش ترخینه هست که خیلی معروف هستش. ماسگرمه، کالجوش و رشته پلو، آبگوشتم که مثل همه شهرهای دیگه توی خمین هم به روش خودش پخت میشه. درست میشه. این غذاهایی که من دارم میبینم، حالا کالجوش یا اون ترخینه که گفتین یا رشته پلو، اینا مثلا رشته پلو تو شیراز زیاد مصرف میکنن، ترخینه رو تو لرستان من دیدم، کالجوش رو تو استان اصفهان و یزد دیدم. آیا این دستپخت ها شبیه به هم هستن، این هم مزه هستن، یا اینکه نه شما از یک نوع به هر حال ادویجات خاصی استفاده میکنید، مزه‌اش فرق داره، ذائقه مردم خمین چجوریه؟ البته توی هر اقلیمی با توجه به سبزیجات و با توجه به مواد اولیه‌ای که اونجا هست، خب طبیعتاً طعم غذاها ممکنه یه مقداری با هم متفاوت باشه، اما مواد اصلیشون شاید به قول شما توی شیراز یا توی لرستان یا توی خمه یکی باشه. اما اینکه حالا یه تفاوت ذائقه‌ای بین مردم هر شهری وجود داره رو ما در نظر بگیریم که خمین با توجه به اینکه مردمش دامدار بودن اکثرا و کشاورز بودن، از کشک و دوغ و طعم ترشتر به عنوان چاشنی استفاده میکردن. هر غذایی رو یه دسر و یه مصلح داره که همراهش استفاده میکنه. غذاها طبهای متفاوت دارن، طب سرد و گرم غذاها. شاید گذشتگان ما اطلاعات علمی خوبی نداشتن یا به قول خودمون باسواد نبودن، اما ناخودآگاه مصلحات غذاها رو رعایت میکردن و طبهاشون رو الان همراه با آش ترخنه و یا ماسگرمه و یا کالجوش که مواد اصلیش کشک و ماس هست که طبع سردی رو دارن، از حلوای شیره انگور استفاده می کردن که طبع گرمی رو داشته باشه. حالا به جز این پنج نوع غذایی که اینجا هست و شما آماده کردین، غذاهای دیگه هم هستش که هم سالم باشه هم قدیمی باشه و خوشمزه و برحال امکان آمادگیش نباشه؟ البته غذاها، بله نه، غذاهای متفاوتی هست که میتونن تهیه کنن با توجه به فصول سال. حالا فصل گرم میتونن آبدوخیار که حالا همه جا هست و یه دسر خنک، یه غذای خنک بگیم، دسر نه، یه غذای خنک هستش و توی فصل گرما برای رفع آتش، پایین آوردن دمای بدن و خنک کردن. آره، خیار که 96% خود خیار آب هست و خنکی دمای بدن رو پایین میاره، میتونن استفاده کنن. توی فصل سرما باز غذاهایی که فیبری هستن و بیشتر ازشون داخلشون از گندم استفاده شده که حالا هم بدن رو گرم نگه میداره هم فیبرات بدن رو تأمین میکنه، میتونستن استفاده کنن که حالا متفاوت هست طبعای مختلف و پختای مختلف. صحبت پایانی با بینندگان ما داریم، بفرمایید. خوشحال میشیم اگر بینندگان به خمین بیان ببینن، خمین هم جاذبه های توریستی خودشو داره، تشریف بیارن هتل امام رضا بیان. با توجه به اینکه محصولات هتل همه از مزرعه سبز میان، فکر میکنم تجربه یک بار غذای سالم خیلی لذت بخش باشه. بله بله، خیلی ممنون، تشکر. تو بخش بعدی میخوایم در مورد اقامت صحبت کنیم، در مورد گردشگرهایی که به هر حال وقتی به خمین دارن میان این دغدغه رو نداشته باشن که به کجا برن و به چه نحوی استراحت کنن. تو اون بخش هم به هر حال در موردش صحبت خواهیم کرد و بخش پایانی برنامه خواهد بود. همراه هم سفر ما باشید.
بعد از معرفی غذاهای خوشمزه شهر خمین، من این توضیح برای شما بینندگان عزیز بدم که به هر حال ما گروه برنامه همسفر وقتی به شهری میریم قاعدتا یک محلی رو انتخاب میکنیم که به هر حال اونجا از ما پذیرایی میشه، میزبانی برنامه همسفر بر عهده دارن. اینجا بر عهده در حال این مجموعه که داخلش هستیم هست، هتل امام رضا علیه السلام. و به هر حال ما میخوایم در مورد گردشگری براتون بگیم و ظرفیت های گردشگری، جاهایی رو بهتون معرفی بکنیم که شما به عنوان گردشگر وقتی به اون فضا رجوع میکنین و مراجعه میکنین بتونین از اون فضا استفاده لازم و بهینه رو ببرین. آقای میرزایی عزیز مدیر داخلی این مجموعه هستن. سلام علیکم، شما بینندگان همسفر میشنوید. به نام خدا، عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما بینندگان ارجمند برنامه همسفر و همینطور مجری توانا جناب آقای مغنی که ارادت داریم از قبل خدمتشون، در خدمتتون هستم. سلامت باشین، ممنونم. اصالتا خمینی هستین دیگه، درست؟ اصالتا خمینی هستیم. خب برامون توضیح بدین که اول شهر خمین میدونی جاذبه‌های تاریخی توریستی گردشگریش به چه شکلیه، یه توضیح برای خدمتتون عرض بکنم. همونطور که خودتون فرمودین، شهر استان خمین یکی از شهرهای استان مرکزی است که به عنوان یک نقطه مواصلاتی بین شهرهای شازن، محلات و دلیجان به حساب میاد. یکی از جاذبه‌های تاریخی این شهر میتونیم به بیت تاریخی حضرت امام، قلعه سالار محتشم، سنگنگاره‌های تیمره که فکر می‌کنم اساسی شما زحمت کشیدین که رسیدگی کردین بهشون توی گزارشاتتون، و همینطور شهرهای زیرزمینی امامزاده به نام تهیه که خیلی جذاب و دیدنی میتونه باشه. درسته. آقای میرزایی، من داشتم به بینندگانمون میگفتم که دغدغه سفرشون استراحت و اقامت هست. ما الان وارد اقامتگاه شدیم، خب یک فضایی که آرامش هستش، فضای خیلی خوبیه. در مورد مجموعتون برام میگین چند نفر میتونن اینجا در شب استراحت بکنن و بمونن، شب خوابی داشته باشن اصطلاحاً، و اینکه اصلا مجموعتون چند تخته است، به چه شکلیه؟ خدمتتون عرض بکنم که اول یه توضیح بدم خدمتتون در رابطه با جایگاه جغرافیایی هتل که تقریبا میشه گفت در قلب شهر قرار گرفته، در ضلع غربی معروف ترین میدان شهر که میدان مدرس هست و به خودی خود جای دیدنیه. هتل امام رضا علیه السلام در بخش اقامتی با ظرفیت حدود 120 تا 130 تخت و 45 اتاق و سویت در مجموع آماده پذیرایی و اقامت از مهمانان عزیز میباشد. چند نفر؟ 130 نفر. یعنی یک شب 130 نفر میتونن 130 نفر به صورت راحت. حالا میشه اضافه کرد تخت خواب شوهایی رو میشه اضافه کرد. اما به طور کل همین عدد 130 هست. درسته. و اینکه سفر ارزان ما تو برنامه‌مون ترویج میدیم به بینندگان برنامه هم سفر تخفیف نه، اصلا اهل تخفیف دادن، اصلا گرون ارزونه، چجوری در مورد قیمتش هم برام بگید. خدمتتون عرض بکنم که هتل‌های شهرها، در واقع هتل‌های به غیر از مرکز استان، قیمت بالایی رو ندارن با توجه به امکانات رفاهی معقولی که ارائه میدن. اما خب هتل ما هم خب قیمت فقط از نظر چیز دیگه میراث فرهنگی اینا دارن، میراث فرهنگی قیمت اصلی رو عرض میکنن. درسته. علاوه بر اون، هتل ما با توجه به ظرفیت‌هایی که داره و جذب مشتری که میخواد انجام بده، 30% تخفیف رو برای مهمانان عزیز در نظر گرفته که میتونه ازش استفاده کنه. فصول خاص یا اینکه همیشه؟ فعلا برای یک سال این عدد هست و تصویر شده. یعنی تا یک سال آینده گردشگر بیاد اینجا با 30% تخفیف میتونه اینجا؟ با 30% تخفیف از ظرفیت میتونه استفاده جدا کنه. جدا؟ خیلی خوبه. حالا بینندگان همسفر اومدن گفتن برنامه رو دیدیم، تخفیف واسه بیشتر بهشون بدید. حتما، چرا که نه. بعد ما یه سری مسافر و گردشگر داریم، شب نمیخوان بمونن، خب شب خوابی ندارن، ولی خب صبحانه رو نیاز دارن، ناهار رو نیاز دارن. شما ظرفیتتون برای پذیرایی اون گروه چند نفره؟ اینطوری گفتین 130 نفر میتونن بخوابن، خب اونطوری چجوریه؟ 250 تا 280 نفر داخل رستورانی که در واقع هم برای صبحانه خوری، هم برای ناهار و هم شام استفاده میشه و تجهیزاتش اوکی هست، میتونیم ازشون پذیرایی بکنیم. درسته، خیلی هم خوب. 280 نفر. صحبت پایانی شما بینندگان همسفر. خدمتتون عرض بکنم، آرزوی سلامتی میکنم برای همه بینندگان عزیز. تشریف بیارن تو شهر ما، در خدمتتون هستیم. یه امکان دیگه هم که این هتل فراهم کرده، در زمان مسافرت‌های گروهی این قابلیت وجود داره که غذای مورد علاقه، حالا مال هر استان و هر شهری که باشه، حتی سری از کشورهای
پیرامون سفارش بدن و براشون پخت بشه. حتی اگر از هر کجا اومده باشه. درست، هر کجای اومده باشه بگیم مثلا من غذای مخصوص شهر خودمو میخوام اینه، شما بهشون. خیلی خوبه، عالیه. شما به همراه پدرتون دارین مدیریت؟ بله، من شاگردی پدرمو میکنم. خیلی عالیه که در سن جوانی در کنار پدر به هر حال به این حرفه مشغول هستین. اینکه خانواده در کنار هم باشن و بتونن یک فعالیت اقتصادی رو اداره بکنن خیلی مهمه. به هر حال این چرخه اقتصادی هم توی خانواده داره گردش پیدا میکنه، هم اون تجربیات پدر و پسر در اختیار هم قرار میگیره و اون اتفاق خوب رخ میده. غذاهای خوشمزه شهر خمین براتون گفتیم و اقامت و به هر حال چیزی که هر گردشگر نیاز داره و همطور سفر ارزان. دوباره برمیگردیم به مزرعه، مزرعه سبز، فضایی که به هر حال در اون میتونیم غذای سالم رو یه جورایی اینجا پیدا کنیم، پیش زمینه شو، اون چیزی که قبل از پخت و پس نیاز هست، مواد اولیه رو. جناب میرزایی عزیز، شما به جز این مزارعی که دارین توی بحث پروتئینی هم شنیدم فعال هستین، درسته؟ بله. چه کاری انجام میدین؟ ما گوشت سفید، بحث تولید مرغمون هست به صورت سبز، بحث تولید ماهیمون هست به صورت سبز که اینجا تولید میکنیم. و اینی که میگین سبز یعنی چی؟ سبز یعنی که از داروهای آنتیبیوتیک استفاده نمیشه و به صورت سبز مرغ تولید میشه، سالم تولید میشه. سالم یعنی شما از مواد در واقع دارویی و شیمیایی استفاده نمی کنید. بعد این همه مزرعه، چند هکتار مزرعتون؟ مزرعه ما حدود 40 هکتار هست. 40 هکتار. بله. بعد این 40 هکتار فقط زراعت توش انجام میشه و غلات باغ نداریم. غلات باغ نداریم، کشت جو انجام میشه، کشت گندم انجام میشه، ذرت انجام میشه. یونجه انجام دیدم. میشه که الان یونجه هم داریم چند هکتاری. کلا توی شهر خمین باغ هست؟ باغ داریم، بله. چه میوه هایی داره؟ سیب داریم، هلو داریم. خب. بعد گردو بادم. داریم، بادام داریم. بله، کمک دارم میکنم. گیلاس هم فکر کنم. گیلاس هم هست، بله. ولی خب عمدهش باغات خمین درخت های سیب دارن که سیب خیلی خوبی به نام سیب داره. خوب این معروفه. بعد آب این مجموعه از کجا تامین میشه؟ قنات، چشمه است، چاه؟ یه موتور آب داریم، یه موتور برای مخصوص مزرعه است، یه دونه پمپ آب داریم مخصوص مرغداری و استخر ماهی. از چاه یعنی؟ بله، از چاه. اون استخر ماهیمون هم دو منظوره است، یعنی آب توی استخر جمع میشه، بعد پمپاش میشه برای کشاورزی، یعنی به محض اینکه پر میشه باز دوباره خالی میشه پمپاش، به اندازه فقط ماهی ها بتونن اونجا حالا زندگی بمونن. ماهیاتون قزلالای رنگین کمانه؟ بله، ماهیامون قزل رنگین کمانه. خیلی ممنون، دست شما درد نکنه. آقای میرزایی، صحبت پایانی شما با بینندگان برنامه همسفر، گردشگرایی که قراره به خمین بیان، لذت ببرن، از میوه های خوشمزش بخورن، غذاهای خوشمزش رو بچشن و همینطور از شهر خمین برام بگین. در خدمت مهمانان توریستان عزیز هستیم که تشریف میارن خمین. خمین کلن به مهمان نوازی شهر زبان زده. انشالا بیان اینجا خدمتشون باشیم، از غذاهای خوشمزه، از جاهای دیدنی و زیبای خمین دیدن کنن، ما در خدمتشون باشیم انشالا. خیلی ممنون، تشکر از شما آقای میرزایی. به هر حال میزبان ما بودن آقای میرزایی و مجموعهشون، خیلی لطف داشتن نسبت به برنامه همسفر. ما قصدمون بود در این برنامه از شما بینندگان عزیز راجع به بحث کشاورزی براتون بگیم و همینطور غذای سالم که همونطور که اول برنامه هم عرض کردم جزو نیازهای گردشگری هست، به خصوص سفر ارزان. سفر ارزان یعنی اینکه شما بتونید در موقعیت‌های قرار بگیرین که بتونین بهترین استفاده رو ببرین. هرچند میدونم توی اقتصاد کشورمون الان به هر حال وضعیت خوبی نداریم به خصوص در زمینه گردشگری، ولی همین موقعیت هایی که آقای میرزایی به عنوان کارآفرین دارن. چند نفر رو شما کارآفرین میکنین تو مجموعتون؟ ما حدود تقریبا 70-80 نفر هستیم.
80 نفر شما به با هتل و مزرعه و اینا 80 نفر هستیم. بله خیلی خوبه. شما 80 نفر نیست، اگه خانواده های اونا رو هم در نظر بگیرین بیشتر از 80 نفر هست قطعا. اینطوری از کارآفرینان هم باید حمایت بکنیم. حمایت از کارآفرینی به هر حال حمایت از تولید ملی هستش، چیزی که شعار ما هست و ما باید از کالای ملی، کالای ایرانی و همینطور کارآفرین ایرانی حمایت و قدردانی کنیم. من از شما قدردانی میکنم که این مجموعه رو دارین، این به هر فعالیت رو دارین، تو زمینه گردشگری به خصوص دارین کار میکنین، چون سرمایه گردشگری و صنعت گردشگری یک صنعت بسیار مهمی هستش. خیلی ممنون از شما بینندگان عزیز. برنامه همسفر دعوت میکنم در فردا هم همراه ما باشین. چند روز قبل از جاذبه های تاریخی و دیدنی و گردشگری و موزه های شهر خمین براتون گفتیم، باز هم سوژه فراوان هست در استان مرکزی و شهر زیبای خمین. امیدواریم به شهرهای دیگه هم بتونیم در استان مرکزی بریم، اون شهرها هم بهتون معرفی بکنیم. ولی فردا باز یه سوژه دیگر رو از این شهر تقدیم نگاه مهربانتون خواهیم کرد و از تا فردا سوژه دیگه. خداوند مهربان یارو نگهدارتون.